شما برید اول تا آخر این کتاب های فلسفی رو ببینید هیچ جا یعنی هیچ جا در هیچ مطلبی از مطالب فلسفی من دوست دارم من دوست ندارم جا نداره تو حکمت نظری من به علاقه دارم من به اون علاقه ندارم که کسی خریدار این نیست کسی میتواند تو طبیعیات یا تو ریاضیات بگه من این مطلب دوست دارم من اون مطلب دوست ندارم دوست داره داشتن دوست نداشتن مال اخلاق و حقوقه مال حکمت عملی است شما در جهان بینی و در الهیات میگه من اون رو دوست دارم میگه اون رو دوست ندارم وجود مبارک ابراهیم آمده دوخت بین حکمت عملی و حکمت نظری بین فلسفه و بین اخلاق و حقوق و مذهب دوخت فهمون اصلا ما خدا رو برای چی میخواییم؟ یعنی خدا که عالم هست یا میخوایم که بود دل ببندیم و دل مایه ما باشه او رو بپرستیم ما خدا رو بر این میخوایم دیگر پس خدا اونی که محبوب ما باشه اونی که غیبت بکنه محبوب نیست محبت پذیر نیست هم برهان اقامه کرده حکمت نظری رو تأمین کرده هم او رو با حکمت عملی دوخت یعنی دین را با فلسفه دوخت فهمود آفل محبوب نیست بر اساس شکل سانی خدا اونه که محبوب باشه و آفل محبوب نیست پس خدا آفل نیست بعد ذات اقدس اله فرمود این راه مخصوص ابراهیم خلیل نیست منتا او دید شما نگاه کنید و کذالکه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض او اهل رؤیت بود در سور اعراف به ما فرمود که اولا ینظروفی ملکوت از سماوات و الارض شما نگاه کنید خب اگر نگاه به رؤیت نرسد که دعوتش لغوه مستحذرید که گاهی نظر به رؤیت میرسد گاهی نمیرسد اونا که استحلال میکنن به تعبیر علام رزبان علی میگن ما رفتیم پشت بام نظر تو قمره فلم اره نگاه کردم ولی ندیدم ما در فارسی هم بین نگاه و دیدن فرق میداریم در عربی هم بین نظر به رؤیت فرق است قرآن هم فرق گذاشته فرمود او دید شما نگاه کن که ببینی اگر دیدن ممکن نبود که نمی گفت نگاه کن که امرم کرده فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی به الموقنین شما هم اول هم ظروفی ملکوت السماوات خب شما هم نگاه کنید هم به جهان بینی الهی برسید هم به اون حکمت عملی که هم محبوبتون با مرئیتون با معروفتون هماهنگ بشود حالا که یقین پیدا کردی نه ایست یقین جلوتر برو لو تعلمون علم یقینه لترون در جهیم اینجا عرفان را با فلسفه دوخت فهمون نگو بهشتی هست جهنمی هست خیلی ها میدونن بهشتی بهشت از جهنم هست ولی حالا که علم یقین پیدا کردی یه بکوش و کششی پیدا کن از طرف او تا ببینی اینجا که نشستی جهنم رو ببینی اینجا که نشستی بهشت ببینی نه بعد از مرگ بعد از مرگ کفارم که میبینن فمون لو تعلمون علم الیقینه ترون الجهیم یعنی الیوم حالا که راه ابراهیم خلیل را طی کردی دیدی بقیه راه ابراهیمی هم طی کن نگاه کردی و فهمیدی بقیه راه را هم برو که ببینی اگر بزرگان بعدی به این نتیجه رسیدن که اون که حکیمانه یا متکلمانه دلیل می آورد که جهنم حق است او دارد گپ میزند ولی اون که اینجا نشسته آتش میبینه تب و یا نورانی هست امیر که فرمود هم ول جنه که من قدر آه هم نار که من قدر آه او حرف میزنه دیگه هر گپ عاده نیست خود هنر دان دیدن آتش ایان نه گپ دل علی نار دخا اون کسی که دود رو میبینه میگه چون دود هست پس آتشی هست دور گپ میزنه بل او حکیم است و متکلم اما اونی که شعله هست دیگر وجود ما را بود من این نیستم که نبیرم شاگردانم هم گویا دیدن اون حارست ابن زید هم که گفت من نظر تو اله عرشبا این که راه بازی که اون دیگه نه امام بود نه امام زاده حارسته که برمون کنه این نقل کرد دیگه پس هم راه نظر باز یک هم راه رویت باز دو ایران بیا آوردن وگرنه تو خاور میانه سخن از فلسفه الهی نبود هر چه بود فلسفه الهادی بود و شرک بنابراین دین خودش جهانبینی خاصی دارد یک کمبود جهانبینی های فلسفه را تأمین میکند دو و از در علوم فلسفه رئیس همه علوم است در تعلیم و در تبلیغ سه ما دلمون میخواد که همه علوم ما اسلامی باشه تنها یعنی تنها تنها راه اسلامی کردن علوم فلسفه است که به داخل جهان خدایی دارد جهان مخلوق است نظام علیت و مبدع علل که علت العلل است میرسد پایانش هم که هدف اهداف است میرسد بین اون هم سرات مستقیم است و اشیا مخلوق الهی اینها را فلسفه درست میکند تحویل صاحبان علوم میدهد بعد و صاحبان علوم میگن شما درباره خلقت بحث بکنید هر وقتی که فلسفه کمرنگ میشد و آسیب میدید فقیهانی از ما و فقیهانی هم از برادران بزرگوار اهل سنت قیام میکردند و این فاصله را نزدیک میکردند از ما علامه این کار کرده شهید اول این کار کرده شهید ثانی این کار کرده از اونها جناب قاضی ابوالولید ابن رشد فقیه نامور این کار کرده او هم قاضی بود در اندلس و هم فقیه ناموری بود خدا غریق رحمت کنه مرحوم بروجردی رو ایشون این بدایت المشتهد و نهایت المقتصد ابن رشد رو در قم رواج داده ایشون که فقه فقه تطبیقی رو خاص رواج بده اولی کتابی که رواج داده همین بدات المشتهد و نهات المقتصد جناب ابن رشد اندلسی بود ایشون دید فلسفه بازارش رکم رنگ شد در اثر اشتباهاتی که جناب غزالی کرده غزالی خیال بکرد که فلسفه رو با مطالعه میتونه حل کنه فلسفه یه علمی است ولو شخص غزالی باشه الا ولو باد استاد ببینه شما مقاصد فلسفه غزالی رو ببینید یک بعد تهافت الفلاسفه غزالی رو ببینید دو میبینید اون مقاصد این تهافت رو به دنبال داره خب کسی که استاد ندیده حرفی به فلسفه متوجه نشده نقدم میکند دیگه نقد خام الا ولا با جراب غزالی باید استاد بدید تا مقاصد الفلاسفه را که مینوشت به حقیقانه مینوشت تا دیگه دست به قلم نمیکرد و تهافت الفلاسفه نمینوشت جناب ابن رشد آمده توافت الفلاد توافت, توافت نوشته و همه حرفاشون رد کرده یه رساله جداگانی هم ابن رشد نوشته گفته به اینکه فلسفه الهی داره حق رو ثابت میکنه دین هم داره حق رو ثابت میکنه مگر حق با حق درگیره مگر واقع با واقع درگیره مگر حقیقت با حقیقت درگیره اینا رو انکار کرده ایشون اصرار و تلاش پوشش دارد و زحمت هم کشیده تحافظ تحافظ هم تهافت تهافت نوشته هم رساله ها جدا نوشته اما از ما مرحوم علامه راه خاص خودش طی کرده که دیگه نیازی به گفتار ایشون نیست در یادم است در شرح منطق تجدید یا اون الجوهر و ندید فی شرح منطق تجدید اونجا گویا دارد که من این مطلب را در شرح اشارات گفتم گویا اشارات مرحوم باری را هم ایشون هم شرح کرد مثل خاجه مرحوم شهید اول میگوید که من فلسفه را در محروسه دمشق پیش استادم قطب رازی خوندم در اون جمع برادران مرسی استاد الله از ما گل اونجا به عرض شما رسید که این قطب رازی غیر از قطب شیرازی است قطب رازی مال همین این در ورامین است که اگه فزرهای ورامین در جمع باشند لابد نکوداشی داشتن قدر این بزرگوار رحمتت بکنند این کتابی که ایشون نوشته به عنوان محاکمات با جداگانه چاپ بشه این یه هنری کرده میزیگری میزیگری تشکیل داده بین شارحین از یک سو گاهی بین شارحین و ماتن داوری کرده کتابی به عظمت شرح اشارات من در فلسفه اسلامی یادم نیست یعنی کتابی که همایشی باشه هماورد باشه جنگاوری باشه مناظره باشه معدبانه مصر مال مرحوم بو علیست به فخر رازی تا توانست جر کرده خاجه توسی که یل این میدان بود تا توانست دفاع کرده همین قصب رازی ورامیلی به خودش اجازه داده بین شارهین محاکمه کند گاهی پای ماتن را وسط می آورد یه میزگرد شارنفری تشکیل داده بالا شیخ و رئیس ابن سیران نشسته یه طرف خاجه نشسته یه طرف فخر رازی نشسته یه طرف خودش داره داوری میکند از قوی ترین کتاب های بی ملاحظه فلسفی همین اشارات هم بیاد است ایشون مرحوم شهید میگوید من در محروس دمشق فلسفه را از استادمون قطب رازی استفاده کردم از انفاس ایشون بهره بردم از برکاتی که این بزرگوار یعنی شهید اول در شام از جناب قطب رازی بهر برده نتیجه او همان است که الان شما تو شرح منظومه مرحوم حکیم سبزواری میبینید بعد های مقدار پخته تر شده حالا اصل شهر کنیم بعد حالا به اون شروعش میرسیم مرحوم حکیم سبزواری البته فرمایش مرحوم سعد این است و بعد ایشون باز کرده در برهان صدیقین در بار اثبات واجب تعالی این شعر در منظومه است از الوجود کان واجبن فهو و ما کان قد سلزمه این رو با دو تقریب ذکر کرده که یک تقریبش اوسق است و به برهان صدیقین به زعم ایشون برمیگرده یک تقریبش هم مسئله دور تسلسل است اما این فرمایش یک سطری یک بیتی حکیم سبزواری یه سطر عبارت شهید اول است منتا یه قدری وسطش بریده یه قدری آخرش کرده این یک سطر نصر را ایشون نظم در آورده هر حرف, حرف شهیده شما مرحوم شهید یه رساله دارد به نام البسائل الاربعین چهل مسئله است که در کلام ثابت کرده به نام اربعین کلامی از اثبات مبدع و صفات مبدع و توحید مبدع و جریان وحی و نبوت و امامت تا میرسد به جریان معاد این چهل مسئله رو در این رساله پایان برده این مجموعی که به عنوان موسوع چاپ شده جزء هجده این رساله هست از صفحه شست و یک شروع میشه تا صفحه هفتاد و هشت خیلی هم نیست چهل تا مسئله است و خیلی هم عمیق هم هست اولی مسئله اینه که عالم حادث است بعد تصریح میکند به اینکه که العالم و هو کل موجود سر الله تعالی حادثون به بعد انهو مسبوق بالعدم سبقا لا یجام و فیه المتقدم و المتأخره و لیس زالش از به زمان اگر ما گفتیم عالم حادثه است نه یعنی حادث زمانی برای که لعن زمان نفسه و مسبوق و بعدمه این مسئله اولاست که در حادث زمانی ثابت میکند کند مسئله ثانیه المسئله تو ثانیه اینه که الله تعالی موجود لما تقدم من حدوس ما سباه و قضا سریح الاغده به احتیاج الحادثه الام محدث این برهان معروف کلامی ولا ان الاغل غازن به چی؟ به وجود موجودن بالاخره در عالم یه چیزی هست دیگر این که عالم سفسته باشد که پس یه چیز در عالم هست اینی که موجود است یا خداست یا خدا دارد اگر در عالم هیچ نباشد که میشه سفسته اگر در عالم چیزی هست اون چیز یا خداست یا خدا دارد چرا لان العقل غازن به وجود موجودن فین کان ذالکه فین کان ذالک الموجود واجب الوجود فهو المدعا پس ثبت المطلوب و این کان ممکن الوجود افتقر الى موجب، موجدن اگر واجب است که ثبت المطلوب اگر ممکن بود واجب دارد فین کان واجبا فهو فهو المدا و این کان ممکنن عادل احتیاج خب عبارت مرحوم شهید این است که العقل غازل به وجود موجود چیز در عالم هست فی این کان زالک الموجود واجب الوجود فهو اگر واجب نبود مستلزم واجب است همین یک سطر خوردی نصر شهید اول را مرحوم حکیم سبزواری در منظومه طبع ناصری صفحه 141 به این صورت در آورده از الوجودو کان واجبن فهو و معلم امکانه قد استلزمهو بعد این رو به دو تقریب ذکر کرده این فقیه که خواست از فلسفه حمایت کند از ما شیعه ها و اون فقیه یعنی ابن رشد اندلسی از برادران اهل سنت آمدن هم فلسفه الهی رو کتاب نوشتن باز کردن و هم عملا حمایت کردن پیشنهاد من اینه همه شما بزرگان مخصوصا اساتید و فضلا و مدرسان بزرگوار مجمع عالی حکمت اینا فلسفه ابن رشد را رو هم رواج بدن برای اینکه غرب با فلسفه مرحوم صدر متعلهین آشنا نیست خیلی طول میکشد تا اینکه این فلسفه به غرب برود غرب فلسفه اسلامی را فقط از منظر ابن رشد میشناسد ابن رشد توانست بسیاری از اونها را مطالب قبلی را او را مفسر و شارح حرفهای عرستو می دونن. اگر فلسفه ابن رشد تدریس بشه در خلالش تکمیل بشه تحلیل بشه بیانات حکمت متعالیه اشراب بشه با همین بیان غرب از شما این حرفها ها را به عنوان رهاورد علمی حوزه علمی یا مجبه عالی حکمت می پذیره اونم تشته معارف اینطور اونام به سطوح آمدن به این فکر نباشید که یک دیوانه دست به حتی کی میزند به این فکر نباشید که مجنونی کارکاتر میکشد به این فکر نباشید که چارت سیاسی سیاسی یونی دنیا باقتی دنیا زده دست به احانت امثال زارک میزند اینا لیسو انسانن کل انعامه بل هم ازل اینها به حساب نمیان دانشمندان غرب اینا نیستن مردم غرب اینا نیستن جنیا اینها نیستن همیشه از این افراد بود قتل و به نبی غیر حق بود یقتلون النبیین به نبی غیر حق بود اینا رو شما به حساب نیاری مردم تحصیل کرده غرب منتظر رهتوشه فلسفی شما بزرگانن ضمن اینکه حکمت متعالیه ضمن این که حکمت مشا ضمن این که حکمت اشراق تحلیل میشه و تکمیل میشه و هرگز فکر نکنید که علم مال دیگران است نخیر علم را خدا وقف کسی نکرده به تعبیر جناب شیخ اشراق وقف در نیامده که خداوند علم را وقف یک اصر و مصری کرده باشد بسیاری از شما هم ممکن است برسید به اوج حکمت انشالله فلسفه جناب ابن روش را هم در حوزه ترویج کنید تدریس کنید و حکمت مطالعه را در او اشراب کنید و با این اشراب شده به غرب منتقل کنید تا انشاءالله هم از دینتون حمایت کرده باشید هم از فلسفه این فلسفه تریبون دین است این تریبون را به دست دین بدید این یسیر لهم دفاعین العقول توش هست اون حرف هایی که تو مناجات هاست و ادعیه هست و بزرگان فرمودن اینا رو فلسفه به عنوان تریبون بهره میبرد و بازگو می کند یه دو خطی الان تو حوزه های علمی رایج است یکی رفع امالای علمون یکی لا تنغذر به یقین به شک همین لا تنغذ رو وقتی به دست علما در پنجا شست کتاب شد دیگه با حس مکررات خب اون قانون علیتی که وجود مبارک امام رضا فرمود در توحید صدوق یا وجود بار که در نهج البلاغه کل قائم فی سواه و اون سنگینتر تر و از این تر به از لاتن یقینه بشکه یه طلبه بعد پنج شیش سال درس خوندن لاتن میفهمه و ما بعد هشت سال درس خوندن مگر میتونه قانون علیت رو بفهمه خب این امام گفته دیگه الان فقط دو خط سه خط از فرماشات ائمه علیه السلام تو حوزه هست بسیاری از مطالبی که حالا چه رسد به مناجات شعبانی اونها اونها که تیف دگری همین قوانین کلی عقلی که تو نهج البلاغه است اون هم اگه درس بشه معلوم میشه که چه خبره اگر کسی خدای نا کرده با اون زمین های عقلی نداشته باشه که به زحمت میفته بنابراین امیدواریم که این تلاش و کوششی که شما بزرگان کردید سعی شما مشکول باشه مجمع عالی حکمت کرده اساتید بزرگواری که انجمن حکمت تهران اندتشی باوردن این کار کردن به عهدهدار برگزاری و مراسم رسمی فلسفه در ایران هستن سعی بزرگواران که در تهران هستن اساتی دانشگاه هستن باشه سعی شما اساتی دو مشکور باشه سعی بزرگانی که همه ما را به فیض عالی رسوندن مشکور باشه ولی تلاش و کشش دونیم باشه انشاءالله رحمان که حد اکثر بهره رو ببرید و این دین و فلسفه رو هماهنگ کنید اون اشکالات را برطرف کنید و تریبون را به دست عقل بدید که نقل را به بهترین وشت به جهان منتشر کند.